車迎えに来るの迎えに来るのね誰かな私を連れて行くのね白い花の道へ نمایشگاه کشاورزی سرپرست گویندگان نصرالله مدباجی اون روستایی ساده محصول بندک اندوختی خودش از دست داد و مجبور شد اونجا رو ترک کنه چقدر خوب بود اگه پایان هر چیزی خوش بود آنه چیه؟ چی شده؟ چرا اینقدر هیجان زده ایم؟ برای اینکه دلم میخواد یه چیزی برای تعریف کنم چیزی که خوشحالت کنه همه خودم حدس بزنم آره اما فقط سه دفعه مراسم عروسی شارلوت گیلیس قراره توی کلیسا انجام بشه و خانم آلن میخواد که بچه های مدرسه اولی کلیسا رو تزیین کنه کاملا غلطه به دختره گیلیس ابدا ربطی نداره حدس بعدی خانم اندروز به جین اجازه داده جشن تولد بگیره خب دیگه هرچی فکر میکنم چیزی به عقلم نمیرسه شاید مودی اسپورگن دیشب اومده خونه شما اما نمیدونم این باید منو خوشحال بکنه یا نه چطور شد به این فکر افتادی؟ اگه سر کله اون عجق بجقی پیداش بشه من هرگز اجازه نمیدم پاشو تو خونه ما بذاره با همه اینا میدونستم که تو نمیتونی حد بزنی از عمه جوزفین امروز صبح یه نامه رسید حالا حواستو جمع کن و خوب گوش کن اون منتونو به نمایشگاه کشاورزان شهر شارلوت دعوت کرده ها. خب حالا چی میگی؟ منم اجازه دارم بیا منم دعوت شدم آره حتی خواهش کرده که حتما بیام اما چه فایده داره ماریلا حتما میگه نه درست مثل همون شبی که میخواستم با شما به خاطر جشن تولدت به رستوران بیام به خاطر عمه باید قبول کنه تازه میتونیم از مامانم خواهش کنیم با ماریلا صحبت کنه اون حتما ماریلا رو قانع میکنه راستش زیاد مطمئن نیست باید امیدوار بود که درست میشه حالا چجوری اونشو نمیدونم هیچ وقت ما دو تا چنین موقعیتی رو نداشتیم که در نمایشگاه کشاورزی شرکت کنیم ولی روبی و جین تا به حال دو دفعه به این نمایشگاه رفتن و خیلی هم ازش تعریف میکنن بهتر اول بدونم که به اونجا خواهم رفت یا نه اون وقت راجع بهش صحبت کنم آنه واقعا چه فایده داره که اول به خاطر اون سفر خوشحال بشم بعدش که نتونستم یا سرخورده بشم دیانا من خیلی دلم میخواد که باهاتون بیام تو باید مطمئن باشی که اون حتما اجازه میده مطمئن بودن درباره ماریلا دردی رو دوا نمیکنه برخلاف تصورات و حدس و گمان آنه ماریلا در کمال خونسردی به صحبت‌های آنه گوش داد و گفت هرچند من حوصله رفتن به چنین نمایشگاهی رو ندارم اما خوشبختانه لباس جدید تو داره تموم میشه و اگه دلت بخواد میتونی بری ها چون تو به سن رسیدی که با خانواده دوستت به مسافرت بری و خوب و بد سفر رو ببینی و این خیلی هم خوبه ماریلا آنه در صبح سه‌شنبه بسیار قشنگ لباس نوشو پوشیده بود ولی از این لباس هم مثل تمام لباسهای دیگهی که ماریلا دوخته بود چندان خوشش نمیاد با همه اینها نگذاشت در آغاز سفر خلقش تنگ بشه و اون ذوق و شوق از وجودش پر بکشه صوفی در از حسادت میتره حسود همیشه همینطور با وجود اینکه فاصله اولی تا شهر شارلوت خیلی طولانی بود اما حوصله آنه و دیانا حتی یک لحظه هم سر نرفت مناظر زیبا و دیدنی اونها رو حیرت زده کرد آقای باری تصور نمی کرد که این دوتا اینقدر حرف برای گفتن داشته باشند مخصوصا از چیزهایی که به هم می گفتن آدم خیال می کرد که اینا سالهاست هم دیگر رو ندیدن Thank you.
بعد از ظهر اون روز به شارلوت رسیدم. آنه سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود، چون همیشه آرزو داشت که برای یک بارم که شده اجازه داشته باشه تا به یه شهر بزرگ و باشکوه بره و حالا به بزرگترین شهر جزیره یعنی پرنس ادوارد اومده. چقدر قشنگه. البته اولی هم قشنگه، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه. خیلی دلبازتر از اولی. دیگه چیزی نمونده برسید. خونه یه عمه جوزفتین کنار ساحل. خیلی دلم میخواد نظرتو درباره خونهش بدونم. بعضی میگن یه خونه قدیمی در به داغونه، اما من ازش خوشم میاد. رسیدیم. آره جدی. جوزفین منتظر ما. روز بخیر عمه جوزفین، امیدوارم حالت خوب باشه. آه بله خوبم. این نمایشگاه بهانه خوبی شد که بالاخره تو به دیدن من بیای. حتما ترام خسته نه شده. اصلا از دعوت محبت آمیز شما بسیار متشکرم خانم بودی. منم باید به خاطر اومدن شما تشکر کنم. عجیبه توی این مدت کوتاه هر دوتون به اندازه یه سرگردان بلندتر شدی. تو خیلی عوض شدی آنه. منظورم اینه که با وقارتر شد یا کم کم داری یه خواهی میشه. البته این نظر لطف شماست خانم بودی. این تغییرات و اطرافیان بهتر میتونن ببینن تا خود آدم، مخصوصا شما که مدت هست ما رو ندیدین و الان کاملا متوجه میشین. به حال خودم هم چندان از خودم با خبر نیستم و نمیتونم بیشتر از این درباره خودم چیزی خدمتتون عرض کنم. آها که این تو. خب دیگه بچه ها رو به تو میسپارم. امیدوارم اذیت نکنم. من باید فوراً برگردم. متاسفم وقت زیادی ندارم. از اینکه نمیتونی پیش ما بمونی متاسفم. امیدوارم دفعه دیگه اینقدر با عجله بر نگردی. آقای باری سفرتون بخیر. خب حالا من به شما دوتا خانم خانم ها اتاقتون رو نشون میدم تا اینکه پالتوتون رو در بیارین و یه استراحتی بکنید. در ضمن باید بگم اتاقتون یکی از بهترین اتاقای خونه. آنه به یاد روزی افتاد که برای اولین بار با عمه جوزفین روبرو شده بود و اون و دیانا اون موقع عمه جوزفین رو حسابی به وحشت انداخته بودن و عمه جوزفین هم از این بابت خیلی دلخور شده بود، ولی آنه موفق شده بود که یه جوری عمه جوزفین رو آروم بکنه و دلشو به دست بیاره. حتی انگیزه این دعوت هم همون مهربونی های قبلی آنه میتونسته باشه. خلاصه عمه جوزفین سنگ توان گذاشته بود تا آنه رو خیلی خوشحال بکنه. آنه هم واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود، چون در زندگیش به جز یتیم خونه و روستای اولی جای دیگه ای رو ندیده بود. بله و اینه هم اتاق نشیمن. همه جا رو خوب تماشا کنیم. من مجبورم شما رو تنها بذارم چون باید به فکر شما باشم. نظر تو چیه؟ مثل قصری میمونی که تو افسانه هاست. عجب قالی خوش رنگ و زیبایی. پرده هاش و جنسش از ابریشمه. وقتی داشتم راجبش فکر میکردم تقریبا همینطور در نظرم مجسم میشد. اما میدونی چیه دیانا؟ میگم اینجا احساس آرامش و راحتی به من دست نمیده. اینجا اینقدر چیزای ممتاز و قشنگ و گرون قیمت وجود داره که اصلا جایی برای آرزوی آدم باقی نمیمونه. وقتی آدم فقیر لذت آرزو داشتن رویاه های آدم رو پر میکنه. به خاطر همینه که فقر سازنده. اما آنه گاهی هم بد نیست آدم توی یه همچی خونه ای زندگی کنه. آره راست میگی، درسته. تو عمرم ندیده بودم.
تعجب میکنی، برای نمایشگاه کشاورزی خیلی خودشون از قبل آماده کردن، حتی بعضی از راه‌های دور میان. فقط بچه ها خواهش میکنم مواظب باشی میونه جمعیت گم نشی. چشم. مراسم گشایش نمایشگاه کشاورزان برای ساکنین جزیره پرنس ادوارد یکی از جذابترین مراسم ها بود. این مراسم معمولا در ماه سپتامبر برگزار میشه، چون در این زمان هوا بسیار خوبه. اون روز هوا یه خود سرد بود ولی آفتابم میتابید. تقریبا همه کشاورزان محصولات خودشون رو عرضه کرده بودند. بازار رقابت برای نمایش دادن قدرت حیوانات بارکش گرم بود و به زیباترین و قویترین اونها جایزه داده میشد. بعضی از خانم ها بیشتر به کارهای دستی مثل گلدوزی، گلابدوزی و چیزهای دیگه علاقه نشون میدادن. بیانه من نمیتونم باور کنم که جوسیپای جایزه اول برده باشه. آره اونجا نوشته جایزه اول برای جوسیپای. اونو میشناسی؟ بله ما با هم توی یه مدرسه ایم. من به خاطر جوسی خیلی خوشحالم، جایزه اول بردن افتخار بزرگی. برای اولین باره که تو داری از اون تعریف میکنی. ها این حرف از دهن هم پسته. نگاه کن پدر جیم اندروز برای سیبای باقش جایزه یه دوبامو گرفت. آه حیف شد، حقش بود جایزه اولو میگرفت. او کسی ایمده نیچیو گا کنو کچو سنسی گا بودتا ده نیوشیو سنو نمده. آرا دوست او کسی ایمده دهت او کسی ایجانه. اتشی کندو بیرو سن ده نیچیو گو تو نیکامشی کاو ده اونیو سنو نو میترا کتو کنو بودتا رو کتو اموی داشت شوا. من از این سالن بیشتر خوشم میاد، هرچند یه خود خونکه، ولی میخوام ببینم کی بهترین پنیر رو درست کرده. البته همینطورم کره رو. خانم باری برنده بهترین جایزه رو اونجا نوشته. تو اولی خیلی موفقیت کسب کردین، امسال بهترین پنیر مال خانم ریچل لینده. چی ریچل؟ من اصلا نمیدونستم که اون پنیرهای خوبی درست. اصلا انتظار نداشتم آن شرلی و دیانا رو اینجا ببینم. سلام خانم لی. ماریلا اصلا به من نگفته بود که شما هم اینجایی. برحال به خاطر پنیراتون به شما تبریک میگم. دیانا و من برای اولین باری که به نمایشگاه کشاورزی میایم، خانم ژوزفین باری از ما دعوت کرده که بیاییم. ما امشب منزل ایشون میخوابیم. چه خوب، حتما خیلی هم خوشحالی. شما خانم ژوزفین، منظورم خانم باری هستید. بله ژوزفین باری منم، مثل آنه بهتون تبریک میگم. خیلی دلم میخواد ببینم پنیرتون چطور شده. متشکرم، خیلی خوشحالم. به محض اینکه پنیر رو ببرم میتونین امتحانش کنین. حالا کجا میخواین بریم؟ میریم تماشای مسابقه عرب ایرانی. آنه و دیانا باید حتما اونو ببینن. اگه شما میخواین میتونین همراه ما بیاین، جای خوبی هم رزرو کردم. خیلی خوشحال میشم که مهمون ما باشین. متشکرم، متاسفانه نمیتونم قبول کنم، چون من از مسابقه عرب ایرانی چندان خوشم نمیاد و در ضمن اینجا خیلی گرفتارم. چی؟ شما از مسابقه عرب ایرانی خوشتون نمیاد؟ فکر میکنم نباید زیاد به مسابقات عرب ایرانی برم. این مسابقات خیلی هیجان انگیزه، برای من خیلی اثر میذاره. دیانا چنان هیجان زده شده بود که میگفت اون اسب قرمز خیلی اسب تیزپاییه و حتما برنده میشه. اون انقدر مطمئن بود مثل اینکه خودش سوار کاره. ولی به عقیده من آدم باید اسب و سوار کارشو خوب بشناسه. خانم عالم میگفت اسب سواری و عرب ایرانی یکی از ورزش های خیلی قدیمیه و همیشه مورد توجه مردای میدون بوده. اون حتی از چوگانم خیلی تعریف میکنه. اونجا رو ببین. دارم میبینم. داره میبره. ولی حرفای خانم عالم با ارزشتر از بردن اون اسبه. اون برنده شد. دیدی اون برنده شد؟ یکی از روزایی بود که هرگز آدم نمیتونه فراموشش کنه. چرخ و فلک سوار شدیم، یه مرد رو دیدیم که با بالون رفت هوا پرواز کرد. تصورشو بکن ماریلا، اون مثل کبوتر پرواز کرد و رفت هوا. منم خیلی دلم میخواست پرواز کنم، آدم سوار بالون بشه بره رو سقف آسمون. باید خیلی قشنگ باشه. خانم باری حتی تیراندازی هم کرد اما به هدف نزد. اون نفری 10 سنت داد تا بدیم پرنده فالمونو بیاره. میدونی تو فال من چی نوشته بود؟ در آینده به مقام بسیار مهمی خواهم رسید. منم زیاد خوشم نیمد. آخه غیر از خدا کی میدونه که در آینده چه خواهد شد؟ اینا همش برای سرگرمیه. جوسی پایم به خاطر رومیزی قلاب دوزی شدش بهترین جایزه رو گرفته بود. من به خاطر اون واقعا خوشحال بودم.
هرچی باشه اون همکلاسی منه و جایزش میتونه باعث افتخار منم باشه. اینجور احساسات خوب همبستگی بچه ها رو زیاد میکنه و باعث تشویق اونو میشه. کینه و حسادت هیچ وقت نمیتونه با آدم کمک بکنه. خانم باری هم همونطور که قول داده بود بهترین اتاقشو به ما داد. اما راستشو بخوای من از خوابیدن توی اون اتاق زیاد راضی نبودم. آدم وقتی بچه هست دلش بخواد وسایلش هم بچه گونه باشه، تختش، بالشش، لحافش، اتاقش، خلاصه همه چیزش. به نظر من اون اتاق به درد ما دو نفر نمیخورد، هرچند خانم باری به ما لطف کرده بود. روز دوم خانم باری ما رو به نمایش دعوت کرد. رفتن از خونه تا سالن نمایش خودش مسافرت بود. مسافرتی که مثل روز قبلش برای من فراموش نشدنی بود. ماریلو، تمام هنرپیشه‌ها لباسای یه شکل پوشیده بودن و همشون با مهارت تمام نقششون رو اجرا میکردن. کاش تو اونجا بودی و میدیدی. アンにとってこの晩は夢のような喜びに輝いていた。初めて見聞きする有名なプリマドンナの歌にアンはすっかり興奮し、うっとりと聞き惚れるばかりで、休憩時間もじっと押し黙っているほどであった。مثل این که تو فکری، حالت خوب نیست؟ آدم با دیدن این همه هنر باید قدر هنرمند رو بدونه. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. من هنر رو دوست دارم. این خاطرات هرگز از ذهن من بیرون نخواهند رفت. من نمیتونم نسبت به اون چه دیدم بی تفاوت باشم. باید اقرار کنم که تو آدم حساسی هستی، اما نگاه کن اون رو به رو بستنی میفروشن. شاید با خوردن یه دونه بستنی افکارت عوض شه. چه جورم؟ ما بستنی رو همیشه دوست داشتیم. پیشنهاد خانم باری و نظر دیانه اول برام یه بی‌سلیقگی اومد، ولی بعدی سب و سنگین کردم دیدم حق با اونا. خیلی خوشبختم. خوشحالم. من احساس میکنم اینجا راحت‌ترم. اینجا یه جور دیگه از غیر از اولیه. بهتر بعد از مدرسه برای رفتن به دانشگاه این شهر رو انتخاب کنم. تو چی آنه؟ تو هم همین فکر رو میکنی؟ درستش درست نمیدونم. قبل از اینکه جواب بدم باید دقیقا راجع به این سوال فکر کنم. امشب تو رخت خواب اینو تو مغزم بررسی میکنم. من همیشه قبل از اینکه خوابم ببره بهترین جوابا رو پیدا میکنم. لطفا این کارو بکن، چون دوست دارم جوابتو بشنوم. بالاخره هر سفری پایانی داره. همونطور که قرار گذاشته بودیم روز جمعه آقای باری اومد ما رو ببره. خب بچه ها، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. حتما همینطوره عمه ژوزفین. به تو هم خوش گذشته آنه. از هر لحظهش بی نهایت لذت بردم. ازت خیلی ممنونم آنه. تو دختر خیلی خوبی هستی. از اینکه بهت خوش گذشته خوشحالم. خوش که چرت کنم، خیلی هم زیادی خوش گذشته. در ضمن دیشب قبل از خوابیدن راجع به سوال شما همونطور که قول داده بودم فکر کردم. خب بگو ببینم به چه نتیجه رسیدی. با اطمینان کامل باید بگم که من برای زندگی تو شهر آفریده نشدم و از این بابتم بسیار خوشحالم. راستی؟ چرا؟ برای اینکه ساعت 10 و 11 رفتن به رستوران و بستنی خوردن خوبه، اما گهگاهی و من ترجیح میدم اون موقع شب برم تو اتاق زیر شیروانیمو بگیرم بخوابم. گرچه من تو خوابم ولی احساس میکنم که بیرون از اتاقم ستاره ها میدرخشن، با در اطراف خونمون زمزمه میکنه و خوشه ما افتاده روی دریچه آبهای نقره‌ای. خب ستاره ها تو آسمون شهر شارلوت هم میدرخشن. بله ولی منو فراموش نکنین، بازم پیش من بیاین، سلام منم به اولی برسونین. وقتی شنیدم ماریلا کاتبرتی دختر بچه پرورشگاهی رو برای بزرگ کردن آورده، پیش خودم گفتم حتما دیوونه شده.
اما حالا میبینم که چقدر اشتباه کردم. اگه منم از پرورشگاه یه بچه آورده بودم الان میتونستم لذتشو ببرم، ولی افسوس که خیلی دیر شده. طولانی نرم بچه با هم. وقتی آدم توی خونهشه دلش میخواد بره مسافرت، و وقتی مسافرته دلش میخواد برگرده خونهش. اومدی، سفر چطور بود؟ عالی بود. آخ ماریلا، انگار سال هاست که اینجا نبودم. کاش میتونستم همه چیزو بغل کنم، بخاری رو، ساعت و میز و صندلی رو. بگو ببینم به خاطر من امشب شام مرغ درست کردی؟ بله، فقط به خاطر تو. تو حتما تو راه چیزی نخوردی و الانم گرسنه‌ای. در ضمن فکر میکنم از غذای شهریام تو زیاد خوشت نیاد. ماریلا، خب حالا زودتر برو لباسات عوض کن. باشه. ماتیو الان پیداش میشه، اون وقت میخواییم بلا فاصله شام بخوریم. یه قصده یه درست حسابی برای استقبال از آنه. در این مورد هیچ شکی وجود نداره. از اینکه اون برگشت خونه از صمیم قلب خوشحالم. این خونه واقعا بدون نفس اون سوت و کور بود. اینقدر اون خونه قشنگ بود که نمیشه تصورشو کرد. درست مثل یکی از قصرهای داستانه 1001 شب. همه جا پر از شمعدونای نقره‌ای خالص بود، همه جا برق میزد و نوربارون بود. آدم واقعا احساس میکرد توی یه قصره. من توی این سفر چیزای زیادی یاد گرفتم. مثل اینکه تو ذات سفر چیزای پنهانی زیاده. تو باهاش همراه نشی نمیتونی اونا رو لمس کنی و این لذت بخشه. ولی لذت بخشتر از اون اینه که برگشتم خونه. با این حرف فهمیدم که همه چیزا رو خوب درک میکنی. برای آنه اون شب از شب عید، شب جشن تولدش و تمام شبهای زندگیش دلپذیرتر بود. آنه برای خوشبخت بودن احتیاج به قصر و کاخ نداشت. گرین گیبلز برای اون همه چیز بود. روز بعد خانم استیسی درباره آینده با شاگردانش بحث و گفتگو کرد. آنه و دیانا درباره آینده اختلاف سلیقه داشتند و بحثشون داشت به راه‌های باریک می‌کشید. علاقه ماریلا به آنه به اوج خودش رسیده بود. خب اجازه